جناب سلیمانی، دلیل مواضع جدید شما در دو سه ماه گذشته چیست؟ چرا به جای محکوم کردن حکومت دیکتاتور و جنایتکار مستقر، تمامی تلاش خود را بر منکوب کردن ملیگرایان به خصوص شاهزاده رضا پهلوی می کنید؟ آیا دلیل این آن نیست که همانند چپهای جهان وطن و حکومت امتگرا، شما هم هیچ حسی نسبت به ملیگرایی و میهن و فرهنگ ایران ندارید؟ بله، اولا اینکه خب طبیعتا ما همیشه هم داریم به جمهوری اسلامی میپردازیم. یعنی تو همین برنامه اگه شما نگاه بکنید ما بارها به جمهوری اسلامی پرداختیم، میپردازیم و اینگونه نیست که به جمهوری اسلامی نپردازیم. اما اینکه به افراد دیگر هم میپردازیم همیشه بوده. الان دوستان اشاره کردن 4 سال قبل، 5 سال قبل در مورد خانم علی نژاد ما مطلب داشتیم، چندین مطلب هم داشتیم. کسانی که در یک زمینه‌ای خب فعالیت میکنن طبیعی است که باید نقدشون کرد، همونطور که خیلی ها منو نقد میکنن. این که من بگم چرا به من میپردازید، برید به دیگران بپردازید، به نظر من حتی احمقانه است. نه خیر، به همه افراد باید پرداخت. این که چرا امروز به ایشون میپردازیم، خب دلیلش واضحه. ایشون هم یکی از شخصیت هایی است که در هدایت یک انقلاب هم کارهای خوب میکنه هم کارهای بد میکنه. طبیعیه اون بخشایی که خوبه حمایت میشه، اون بخشایی که بده مورد نقد قرار میگیره. اینکه شما ملیگرا هستید، حالا من نمیدونم شما ملیگرایی از کجا میدونید. من اتفاقا از ایشون ملیگراترم. کسی که حداقل اولین پایه‌شو بذاریم، دل در گروه اسلامی داره که به سرزمین من حمله کرده و میگه آقا شما نقد اسلام نکنید، جمهوری اسلامی بمونه بهتره، او ملیگراست. یا مایی که اندیشه تهاجمی به سرزمین خودمون رو نقد میکنیم و خواستار رفتن جمهوری اسلامی هم هستیم، ملیگراییم. کی ملیگراست؟ کسی که با مراجع تقلید قم ارتباط داره و در کتاب خودش آورده ملیگراست؟ کسانی که مملکت ما رو به باد دادن؟ یا مایی که صبح تا شب در حال جنگ و جدال با اونها هستیم ملیگراییم؟ کسی که همسر او درخواست مرگ سه گروه ملا و چپی و مجاهد میکنه ملیگراست؟ یا مایی که همه مردم سرزمین خودمون رو دوست داریم، خواستار مرگ واسه کسی نیستیم ملیگراییم؟ کسی که افرادی فاشیست دور و برش هستن، همین شما اشاره کردید چپ بی وطن، من نمیدونم چپ بی وطن یعنی چی. اون کسی که آخوند رو بالا آورد ما نبودیم، همون طرز تفکر آیه محمد رضا پهلوی بود. فکر میکرد چپ بی وطن هست، من برم به آخوند بی وطن تکیه بکنم. مگه آخوند وطن داره؟ آخوند اندیشش اصلا غیر ملی است. شما ببین اندیشه های آخوندا رو بخونید، اصلا ملیت براشون معنا داره؟ ملیت عین کفر. کسی که مشروعیتش رو از آخوندها میگیره پاسدار یک چنین آیینی نیست. او میتونه ملیگرا باشه و بعد ما نیستیم؟ نه عزیز من، از این حرفا بیاید بیرون. هر کسی وارد فضای عمومی شد باید نقدش کرد. نکات مثبت اگه داره بگی، نکات منفی هم اگه داره بگی. اگه من ایمان سلیمان اومدم گفتن خدا خیر، شما به من میپردازید، برید به دیگران بپردازید، حرف احمقانه زدم از این. و همه باید پرداخت، در جای خودشان باید پرداخت. امروز وضعیت این کشور به جایی رسیده که شما دارید میبینید. زمانی که بحث اتحاد حمایت میکنیم، زمانی که بحث افتراق انشقاق نقد میکنیم. اما من خواهان نابودی هیچ کدام از مردم سرزمینم نیستم. اما همسر شاهزاده شما خواهان نابودی سه گروهه، طرفداران ایشون خواستار نابودی گروه های مختلف هست. برید بخونید. اینا ملیگران نیستن. اینا همون هایی هستن که کاری کردن که جمهوری اسلامی کرده، کشور رو خالی کردن از منتقد. چرا؟ چون همه دشمنمون، همه باید برن از کشور. عضو حزب رستاخیز میشی؟ بفهم. اگه نمیشی از پاسپورت بگی برو. به اعلیحضرت همایونی تعظیم میکنی؟ بله. اگه نمیکنی بلنش گم شو برو بیرون. همین طرز فکرهای شما بود، کشور رو خالی کردید، از دو تا آدم حسابی کشور رو خالی کردید، آخوند قدرت گرفت و شما ملیگرایی. نتیجه روش های شما ما رو به اینجا رسونده. ادعاهای بزرگ نکنید. ملیگرا، برید نگاه بکنید، بسیاری از این تحلیلگران سیاسی دارن صحبت میکنه. پادشاهی که چشمش به این بود که انگلیس رو نگه میداره، امریکا رو نگه میداره یا نه. من نمیگم آقای نوابندی داره میگه، آقای استمپل دبیر دوم سفارت امریکا بود در ایران، آقای جان دی استمپل، من بعدا این کتابشو میخونم از درون انقلاب ایران، میگه بابا هیتلر
و موسولینی اگر نزد مردمشون به ملیگرایی معروف بودن به خاطر اینکه با هیچ قدرت خارجی مسامحه نمی‌کردن. مردم اونا رو به عنوان ملیگرا قبول داشتن. چون منتظر نبودن سفیر انگلیس بهش بگه آقا ما پشتیم. سفیر امریکا بیاد بگه ما پشتیم. اصلا تعجب می‌کردن، می‌گفتن آقا این چی داره میگه؟ میگه ما فقط میاتیم پیش این آقا، میگه خب برنامه شما چیه؟ عوض شده؟ دیگه منو نمی‌خواید؟ میگه ما نگاش می‌کردیم. چی داره میگه؟ ما خاطرات آقای سولیوان و دیگران رو بخونیم. ملیگرا. کی صحبت می‌کنی؟ سالها علی مظهر عدالت بود، حسین مظهر شهادت و وارستگی بود. همان باور کرده بودن، گفته خب حتما همیناست. بعد این فضا عوض شد توسط کسانی که تاریخ ها رو بازشناسی کردن. امروز هم من فکر میکنم باید دوباره همون تاریخ ها بازشناسی بشه. ملیگرا، ملیگرا آقای زلنسکیه، کشور خودشو نگه داشته، ایران دومین ابرقدرت نظامی دنیا به مردم کشورش، نه اینکه چمدونش بگیره دره. حرفایی بزنید که این نسل جدید حداقل بتونه بپذیره اون چیزایی که شما میگید. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، برخی از این کشورهای اروپایی بهش گفتن آقا بلند شو بی بیرون. گفت نه خیر. من میمونم، مبارزه میکنم. هنوز هم میبینید غربی‌ها کمک آنچنانی بهش نمیکنن، ولی مونده تو کشورش، مبارزه کرده. در برابر تهاجم خارجی. اما طرف مقابل بجن که تو ایران بمونه. حالا اشتباه کردی، اشکالی هم نداره. بشین درستش کن. چرا فرار میکنی؟ اگر میماندی همون ارتش خیانت نمیکرد به بختیار. چون ارتش رو جوری تربیت کرده بود، اینو من نمیگم، بزرگان اینو دارن میگن. ارتش جوری تربیت کرده بود که همه دشمن هم بودن. تمام این ارتش بودا با هم دیگه اشکال داشتن. چرا؟ چون شاه جوری با اینا صحبت میکرد، همه اولا به او گزارش میدادن، دوما یه رقابتی بین اونها بود که همه از هم دیگه میترسیدن. به همین دلیل هیچ وقت نتونست اتحاد برقرار کنه. هر کسی ساز خودشو میزد. قره‌باغی یه طرف، فردوس یه طرف، ربیعی یه طرف، نصیری یه طرف، ناصر مقدم که یه طرف. خب اینا عزیز من ملی‌گرا، این که حرفا رو به کار نبرید. کسی که سرمایه‌های کشورش رو دست تقدیم آخوند کرد ملی‌گراه. کسی که آخوندها رو برکشید، انواع و اقسام اینها رو برجسته کرد ملی‌گراه. حالا من میخوام اینو بگم، قطعاً پادشاه گذشته ایران به منافع ایران هم اهمیت میداد. نه اینکه سرسپردی جمهوری اسلامی همین میگه. انگلیس آورد، انگلیس بود. نه اینجوری نبود. پادشاه ایران در برخی سیاست‌ها جلوی آمریکا ایستاد. جلوی انگلستان ایستاد. به خصوص در مورد مسئله نفت و کارهای دیگه. اما از آن طرف هم به اونها وابستگی داشت. منتظر حمایت‌های اونها هم بود. اما خواهش میکنم نیایید خودتون رو ملی‌گرا بدونید، بقیه همه غیر ملی‌ان. خودتون رو درست و درمون بدونید، ایران دوست بدونید، بقیه همه غیر ایرانی‌ان. با این تفکر شماست که دموکراسی به هیچ جا نمیرسه، آزادی به هیچ جا. من اگر با شما دشمنم، دلیلش اینه که شما مردم رو رها کردی، چسبیدی به یه آقایی. اگر خودتون خانم علی نژاد رو متهم میکنید، هیچ اشکال نداره. اگر آقای فلانی رو متهم می‌کنیم هیچ اشکال نداره. شما برید نگاه بکنید بزرگانشون و خبرنگارانشون و روزنامه‌نگارانشون صبح تا شب تو من و تو و اینور و اونور نشستن بر علیه این آقا، اون خانم، این گروه، اون گروه نفرت پراکنی می‌کنن. اون خانومش که دیگه عملاً دیگه شروع کرده دیگه، از اون توییتی که آقا مرگ بر سه فاسد و منتشر کرد تا به امروز گهگاهی حرفاشو رو برید نگاه بکنید. تو تظاهرات این فیلم‌هایی که بیرون میاد نگاه بکنید طرفدار این آقا چیکار می‌کنن. راجب کی صحبت میکنید عزیز من؟ شما با دموکراسی مشکل داری، با مردم ایران مشکل داری. تازه چون شما رو بیرونم کردن از ایران، انقدر کینه در شما به وجود اومده که معلوم نیست فردا اگه برسی چیکار میکنی. هنوز چیزی نشده، توی فضا ساواک درست کردی. همین شما ها. طرف با افتخار میاد اونجا، آقای دکتر نمیدونم چیشی، بله من امنیتی هستم، در گذشته امنیتی بودم، فلان بودم، من اینها فلان. فکرشون درست کردن، ساواکشون درست کردن. کدوم گروه تو این فضا ساواک درست کرده، نیرو امنیتی درست کرده که شما درست کردی، پیش قدم شدی؟
تو شبکه های مختلف میشینید بر علیه همه حرف میزنید. تا یک نفر نقدی به شما میکنه همه شدن غیر ملیگرا چون به آقا دارن حرف میزنن. شروع کردیم بازخوانی تاریخ شما رو، به شما برخورده، ناراحت شدید. حق دارید چون اینا تاریخ ها رو کسی نگفته بود. من عرض کردم شبکه من و تو اومده یک سر داره در مورد فضائل اون زمان میگه، تونل زمان. بعد کسی نمیگه آقا همه خوبی بود، پس چرا انقلاب شد تو مملکت؟ بعد هم میرسه گردن مردم، مردم ما بیوفا بودن، مردم ما نفهم بودن، مردم عزیز من، مردم ما فهمیده بودن که انقلاب مشروطه کردن، نفهم اون کسی بود که اومد انقلاب مشروطه تعطیل کرد. من با چکمه اومدم از آلاشت، میخوام همه چی تعطیل کنم. تو همین فضا شروع کردید، آقا خانم قومی کلا اومده نمیدونم فلانجا، اصلا کی میدونه قومی کلا کجاست؟ آخه قومی کلا که جزء بابله، خیلی هم بزرگتر از اون آلاشت شماست. چه ربطی داره؟ یعنی ببینید نفرت پراکنی و نمیدونم مشکل سازی اینها در همین فضا شروع شده دوستان. اگر من دارم موضع میگیرم، من قبل از عید بود دوستان یادشون هست، من تو اوایل اسفند ماه اشاره کردم کمیسی درس گفته بودم به فاشیست بشه بشه. دقیقاً من تاریخ ایتالیا و آلمان رو میخونم، میبینم با این حالا هوا منطبقه. کسانی که مشکلات کشورشون رو میندازن گردن یه گروه، حالا یه گروهی که 40 سال قبل بوده، 50 سال قبل بوده، بعدم فقط خودشون رو نماینده اون کشور میدونن، نماینده مثلا بزرگی و مجد و عظمت میدونن، هر غلط و خطا و اشتباهی بوده همه دیگران انجام دادن، ما خیلی خوبیم. بعد هم با نفرت پراکنی سعی دارن مبانی ارزش‌های انقلابی مثل دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و همه رو نفی کنن. و اینا هستن. اسماعیلی رو وصل می‌کنن به سپاه، علی نژاد رو وصل می‌کنن به فلان جا، همه به همه جا وصلن به غیر از اون آقا. اون هیچ جا وصل نیست. پاک و پاکیزه. شسته رفته اونجاست. حالا 40 سال هیچ کاری هم نکرده. حالا چسبیدن که سلیمانی تو داری خراب. عزیز من، من که از این 6 ماهه دارم نقد میکنم ایشون رو. بعد گروهای دیگر هم نقد میکنی، نه ایشون رو فقط. این 42 سالش رو چیکار میکرده پس؟ کار ما بازخوانی تاریخ. به همین دلیلی که وقتی اینجا میشینم صحبت میکنم، سعیم اینه که کتابهای تاریخی رو بیاریم بخونیم. خب شما هم برید کتابهای تاریخی رو بیارید بخونید. اشکال نداره، مردم بعدا قضاوت میکنن. خوبیاشو شما بگو، بدیاشو ما میگیم. یه سنتزی درست میشه در اختیار مردم. اما نه دیگه. ما سعی کردیم از علی معصوم بسازیم. از حسین معصوم بسازیم. معصوم یعنی کسی که خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه، گناه نمیکنه. ما این پروژه رو داریم. حالا توی سلیمانی میخوای بیای بگی علی اینجوری بوده، حسین اینجوری بوده، خب داری کار ما رو خراب میکنی. یه دم در امر سیاسی دارن معصوم سازی میکنن. هر کاری اون خانوم بکنه، اون آقا بکنه درسته، هیچ اشکال نداره. اما اگه یکی بیاد نقدشون بکنه میگن نه، نقد درست نیست، داری تخریب میکنی. اصلا شما فرض کن مدام تخریب میکنی. سلیمانی از امروز میخواد تخریب کنه. اگه میتونید از در تخریب سلامت بیرون بیاید. مگه شما سلیمانی تخریب نمیکنید؟ همین شما هم مگه سلیمانی تخریب نمیکنید؟ صبح تا شب دارید این کارو میکنید. خب بکنید. مگه من ناراحت میشم؟ مگه من به شما میگم چرا تخریبم میکنید؟ نه، روش دیگه. منی که وارد نقد کارهای دینی هم شدم میدونم این روش. کسی که فرهنگ سیاسیش الهام گرفته از فرهنگ‌های دینی و دیگر فرهنگ‌هاست، خب مباحثه داره، ترور داره، نمیدونم دروغ داره، تقیه داره، هر چیز، همه چی داره. اینا دیگه من میدونم. دیگه نمیخوام به تو بگم نکن این کارو چون فرهنگ سیاسیت اینه. بنابراین شما میتونی سلیمانی رو نقد کنی، تخریب کنی، فحاشی کنی در موردش، هر کاری میخوای بگی. من الان اجازهشو بهت دادم، اما منم اجازه از تو نمیگیرم. اگه من میخواستم اجازه بگیرم که اصلا با خونه مینشستم. تو شیعیانم به من اجازه نمیدن نقد دین کنی. دو ساکت باش آقا. به امام ما حرف میزنی، به پیامبر ما حرف میزنی. کسی که وارد این راه شده نه از محمد و علی و حسین و اینا ترسیده، از یه آقای تو فلانجا میترسه. اگر احساس میکنید داره تخریب میکنه، شما بسازید. تمام اسنادم در اختیار شما هست، این کارو بکنید.
همونطور که نقد شیعه کردیم، نقد علی کردیم با همون ادبیات خودمون، امروز هم داریم نقد گروه سیاسی هم در جایگاهی که هست انجام. وظیفه ما هم همینه. من نه عضو شبکه خاصی هستم، نه کارشناس شبکه خاصی هستم که به من بگن سلیمانی خفه شو اینجا فعلا دیدید اون ایران اینترنشنال. واقعا داستان این شبکه ها که به این حالت میافتن هم همین داستانش جالبه. به این آقا بها میدادن، به نزدیکانش بها میدادن، حالا اومدن یه جور دیگه ای فکر کردن، شروع کردن بایکوت ایران اینترنشنال، وصلش کردن به عربستان، وصلش کردن به همه جا. خب تا دیروز که داشتین از شما مصاحبه میگرفتن، شما رو دعوت میکردن، قشنگ میرفتید اونجا میشستید صحبت میکردید، خیلی خوب بود. الان که شما رو بها نمیدن، مثلا اخ شدن. آخه بابا عروس هر هجله‌ای بودن که خوب نیست. همین روزها اومدن به من گفتن سلیمانی شما حرفات خیلی خوبه فلان، این حرفا بیا تو شبکه ما صحبت کن، مثلا در مورد داستان پهلوی بودم. گفتم نخیر، اگر جایی صحبت کنم من جایی که الان راحت هستم دارم صحبت، چون میتونم دیگران میخوان سوء استفاده کنم. سلیمانی اومده نقد پهلوی میکنه، 5 نفر دوست دارن بیا پیش ما، میگم نخیر نیاز ندارم. تعریف کنی فردا فلان شبکه تو رو دعوت میکنه، بیا شما هم یه چیزی بگو. امر سیاسی کسی که واردش میشه با ظرفیت داشته باشه. اگه دلت میشکنه علنگوات اینجوری میشه اونجوری میشه، نه یا وارد نقد دین میشی باید از جانت بگذری. به همین دلیلی که اگه سلیمانی یه کاغذ آچار بنویسه بده دست همین آقایون بگه آقا من نوشتم، شما فقط قرائتش کن بخون، باور کن جرأت خوندنش هم ندارم. کسی که وارد این فضا میشه باید پوستش خیلی کلوف باشه. اگه از پس سلیمانی برنمیاد، از پس جمهوری اسلامی که اصلا برنمیاد، چون اینقدر ابزارهای ریز و درشت داره. کار خودتون رو انجام بدید، از نقد سلیمانی دیگران نترسید. من چون خطر یک انحراف شدید رو دارم میبینم در ارزش‌های یک انقلاب که دموکراسی رو به هیچ گرفته، حقوق بشر رو به هیچ گرفته، خودش رو نماینده ملیگرایی ایران میدونه، اول بیا ببینم تو ملیگرا هستی، با معیارهای ملیگرایی به نشون بدم. وگر در مورد ملیگرایی چند اتاق ما برگزار کردیم؟ چرا اومدم ملیگرایی مدنی رو به جای ملیگرایی کلاسیک نشاندم؟ چقدر در مورد صحبت کردم؟ خیلی اصلا نمیدونستم ملیگرایی مدنی چی هست. وقتی صحبت از شهروندی و عضویت و این داستان ها مطرح کردیم، یعنی که آقا نماینده ملیگرایی کسیست که برای منافع اون کشور کار کنه. امروز منافع اون کشور چیه؟ دموکراسی. شما برای دموکراسی کار میکنی؟ ملیگرایی. اگر برای دموکراسی کار نمیکنی ملیگرا نیستی عزیز من، بیجد جوش نزن. اگر برای حقوق بشر کار میکنی باید بدونی آزادی بیان وجود داره، آزادی عقیده وجود داره، همه چی وجود داره. اگه به حقوق بشر معتقدی آزادی بیان، اگه به آزادی بیان معتقدی نقد همه رو بپذیر، هر کی حق داره. چرا وصلش میکنی به این اون بالا پایین؟ این جماعت خودشون ملیگرا میدونن، هیچ کس ملیگرا نیست، اینا ملیگرا هم. همین تفکر اون شاه سابق داشت، همه تصمیمات رو من میخوام بگیرم چون من میفهمم منافع ملیمون چیه. هیچ کس نمیفهم، هیچ نخست وزیری بلد نیست، هیچ نمیدونم تکنوکراتی بلد نیست، فقط من بلدم. بعدم دیدیم چه شد از بلد بودن اون آقا. بنابراین طبیعیه که در این دوران حساس افرادی مثل ما سکوت نکنن، وگرنه سال 57 همون اتفاقی رخ داد که کیانوری ها و سنجابی ها و بازرگان ها و هزاران نفر دیگر رفتن زیر عبای خمینی، گفتن فعلا وقتش نیست، این آقا اگه دروغ میگه حرف نزنیم، بذاریم اون شاه بره بیرون بعدن درستش میکنیم. نه، ما همین الان درستش میکنیم. هر وقت هر کسی به دموکراسی اهمیت داد، به حقوق بشر اهمیت داد، با ماست. اونقدری که برای
ساده ترین چیزها آقا بیانیه میده، برای فاشیسم نزدیکانش بیانیه میده، محکومشون میکنه. نقدی داره اصلا به نزدیکان خودش؟ تو فضاهای مختلف نفرت پراکنی میکنن بر علیه این و اون؟ نه. گفتن آقای پرویز ثابتی چرا اون جلسه؟ گفت فعلا به اینا نپردازید، اینا اختلاف میکنه. عجب. اون آقا مسئول اصلا، شما میدونید اولین بار چه کسی این اعترافات تلویزیونی رو درست کرد؟ همون آقای پرویز ثابتی، به عنوان آقای امنیتی معروف بود اون زمان. جناب مشیری اشاره کرد، گفت آقا من یکی از دوستان ما بود، هر بار میگه من رفتم دفتر آقای شاهزاده ایشون اونجا نشسته. آقای پرویز ثابتی مسئول ساواک، مسئول کشتار رو نمیدونم اعترافات اجباری و شکنجه اونجا نشسته. رفتارتو عوض کن عمو، درست رفتار کن، کار خوب کنی تعریف میکنن، کار بد کنی نقد میکنن. چرا به این آقا میپردازید؟ نه ما به همه میپردازیم، برای ما حد یقف وجود نداره. جمهوری اسلامی جای خودش، اپوزیسیون هم جای خودش، به همه افراد میپردازه. به خودمون هم پرداختیم همین چند وقت اخیر، چقدر نقدی که بر ما بوده رفتیم شنیدیم جواب دادیم. شما یه نقد داری آقای شاهزاده بیاد بشینه جواب بده؟ یا ایشون نقدی برایشون نیست؟ انسان دموکرات، انسان منتقد، انسانی که نقد پذیره، در طول 44 سال شما یه جلسه میتونید من نام ببری ایشون بیاد بشینه چهار نفر ازش سوال بپرسن آقا نقد ما برای شما چیه؟ اصلا قابل دونسته؟ دست بردارید. بعد ایشون میخواد بیاد در یک کشور دموکراتیک اونجا پاسخگوی مجلس و نمیدونم مسائل مردم باشه؟ یه مقدار به رفتارهای خودتون نگاه بکنید، دقت بکنید، بعد به مردم ایراد بگیرید. عرضی نیست، ممنونم خانم شریفی عزیز. ممنونم استاد سلیمانی، خسته نباشید. سیاوش جان شما نکات پایانیتون رو بفرمایید، جنبندیتون رو بفرمایید تا ما بشنویم. یه نکته ای هم عرض کنم، بعضی از دوستان میگن آقا ایشون مثلا خودش اینجوری نیست. ببینید دوستان، افرادی مثل سلیمانی امیری سخنگو ندارن، چون بین مردمن حرف خودشون راحت میزنن. اما یه عده افرادن میگه ما شگردا رو بلدی، حرفای خودشون رو از طریق نزدیکان و دوستانشون میزنن. بنابراین اینکه ایشون اینگونه نیست و آنگونه نیست، زمانیه که واقعا افرادی که نزدیک به ایشونن، منتسب به ایشونن، وقتی این حرفا رو میزنن مجبور و موظف به عذرخواهی و اصلاح کار باشن. ولی ما ببینیم نیست، نه ایشون جلوشون ایستاده، نه مجبورشون کرده عذرخواهی بکنید، یا خودش محکومش کرده. اصلا شما بدید کمی عقبتر ببینید کدوم طیف در فضای نه کلاب هاست، در رسانه ها. از همان زمانی که این 4-5 نفر دور هم نشستن شروع کردن به تخریب بقیه افراد که آقا این خانوم اصلا چی کار است که پیش این آقا بشین؟ اون آقا که تا دیروز دادخواه بوده برای چی اومده؟ اصلا شأنش کجاست که بیاد پیش ایشون بشینه؟ یا اون فسیل روزنامه نگار آقای امیر طاهری، طرف میگه آقا راجب اسماعیلی میگه اصلا ایشون قابل بحث نیست که مثلا ما راجبش صحبت کنیم. حالا کسی به ایشون میگه شما مثلا کجای کاری، در چه زمینه ای شاخصی، در چه زمینه ای برجستی، تو بیا صحبت کن ببینم 5 نفرم حرف تو سه میشنون. بعد ظاهرا همین آقا میاد اینا رو پیشنهاد میده مثلا به اون جلسه، به اون افراد. بسیاری از همین مشروطه خانه شما به نگاه بکنید، تو همین فضاها هم هستن. بهشون میگه آقا اینجا ساواک درست کردن، پرونده میسازن برای اینون، هیچ کاری ندارن، چون خوششون میاد. اونا نمیتونن این حرفا رو بزنن، ولی از اینکه دیگران این حرفا رو میزنن لذت میبرن. دیگه ما که ساده نیستیم، ما که بچه نیستیم، دیگه این ریزکاری های اینا رو دیگه بلدیم. وقتی شما پدر سوخته بازی آخوندا رو یاد بگیری، بلد باشی ریشه کاراشونو، دیگه اینا دیگه خیلی ابتدایی هن. یک بار محکوم نکردن تو این فضا. آقا اینا کیان هستن؟ از کجا میان؟ به کجا میرن؟ رسواشون کنید.
در رسانه ها بیاید آقا خبرنگار بگو ساکت باش، به تو چه مربوط، ما کار خودمون رو میکنیم. کی پرداخته به خانم علی نژاد، کی پرداخته به اسماعیلی، کی پرداخته به احزاب دیگه؟ به همشون پرداختن. اما هر کسی بخواد این آقا رو نقد کنه، ملی‌گرا نیست، خائن به وطن. این فضا اینا شروع کردن. دلیل مخالفت من با این افراد به خاطر اینکه رفتار و روششون ضربه میزنه به دموکراسی، ضربه میزنه به حقوق بشر، ضربه میزنه به آزادی بیان. به دنبال ایجاد یک جو رعب و وحشتن که همه ساکت باشن، فقط ما حرف بزنیم. یه ده مزدوریاب هم دارن دیگه، سریع تشخیص میدن فلانی مثلا به فلان جا وصله، اون یکی به فلان جا وصله، همه به هر جا وصلن به غیر از خود اینا. اینا به هیچ جا وصل نیستن. بابا یکم خجالت بکشید، یکم بزرگ شید. طرف دو سال اومده یه جنبشی، حالا دادخواهی و اینا را انداخته، موفق هم بوده، در دو سال کارنامهش خیلی موفق بوده. حالا یکی دیگه 40 سال نشسته خورده خوابیده، هیچ کاری هم نکرده، 4-5 تا پروژه نمیدونم دم دستی داشته، همش هم شکست خورده. بعد ادعای هوادارانش از همه بیشتره. یه وکالت هم نوشتن 400,000 نفر بهش رای داد، موجب مسحکی همه شد. اگر ایشون نمیتونه جلوی این افرادی رو که دارن ضربه میزنن به دموکراسی، به اتحاد، به همدلی بگیره، خب طبیعیه باید مورد نقد قرار بگیرن. و این کار رو ما ادامه خواهیم داد، نه از روی هوا، نه از روی حرفای پرت و پلا، نه، این همین داستانهایی که در مورد اسلام سعی کردیم در طول این سالها ارائه کنیم که خیلی از همین افراد مدعیان خیلی در اون کار وارد هستیم، در مورد نقد سیستم استبدادی و دیکتاتوری گذشتم با ارائه همون اسناد و مدارک کسانی که در اون عرصه بودن دیدن سعی میکنیم به بازشناسی اون دوران هم بپردازیم. همه اینها برای این است که مردم ما آگاه باشن و دوباره خمینی دیگری ساخته نشه، یه شبکه دیگری، این بار یه آقای دیگری تو ماه نبره برامون. هر کسی در برابر دموکراسی بیسته، در برابر آزادی ها و حقوق بشر بیسته، به دنبال این باشه به هر بهانه ای اینها رو یا معطل بگذاره یا انقدر بر اونها قید بزنه که فاقد موضوعیت بشن، بدونید که او نمیتونه برای آینده ای ایران مفید باشه. همیشه به دنبال این باشید که مردم رو کوچک نکنن. شما دیدید در این فضا، دو سه روز قبلم دیدید آقای آمده بود و صحبت میکرد که اصلا مردم ما لیاقت نداشتن که مثلا به اینها توجه بشه، به اینها فلان بشه. گفتم عزیز من، این مردم انقلاب مشروطه کردن سال 1285، یعنی فهمیدن که آقا ناصرالدین شاه یک حاکم ظالمی است، مبارزه کردن، زمان مظفرالدین شاه تونستن انقلاب مشروطهشون پیروز بشه، جلوی محمد علی شاه و روسیه ایستادن، شیخ فضل الله رو به دار کشیدن. این مردم نمیفهمن؟ بعد شما میفهمی؟ حالا طرف اومده به قانون اساسی خیانت میکنه، خودش رو حاکم مطلق کشور کرده، طرفداران استبداد به خاطر اینکه اون رو محکوم کنن میگن مردم ما لیاقت ندارن. عجب، یعنی وقاحت و بیشرمی این جماعت به جایی رسیده که کسی که نقض دموکراسی کرده، همون قانون اساسی مشروطه رو پایمال کرده رو آنقدر برجسته میکنن که مردم نمیفهمن. عجب. این جماعت کسایی هستند که برای به قدرت رساندن هر کسی، یعنی دونمایه ترین آدم، بیمایه ترین آدم هم به قدرت برسونن، مردم رو خراب میکنن. مردم ما نفهمن، مردم ما لایق دموکراسی نیستن، مردم ما لایق آزادی نیستن. همین حرفایی که خامنه ای میزنه که مردم این کار تحلیل ندارن، که رفراندوم یعنی چی؟ مردم رو بیسوادن. اگه مردم بیسوادن، امکان تحلیل ندارن، چرا دنبال انقلابن؟ واسه تحلیلی دارن که میدونن وضع فعلی خوب نیست، باید به دنبال وضع جدید باشن. مگر اینکه شما انقلاب رو نبینی، مردم رو به حساب نگیری. همین رو طرفداران استبداد پهلوی هم دارن در همین فضا پمپاژش میکنن. شده کسی نقدی رو بپذیره؟ بفرمایید. من بارها عرض کردم دوستان شیعه بیان نقد علی بکنن، ما پایین میشینیم لذت میبریم. این آقایون تا حالا شده نقد پهلوی بکنن؟ همه آقای امیر طاهری یه برنامه‌ای بود میگه من اشتباه کردم، چکمه های محمد رضا شاه رو نبوسیدم، نلیسیدم. خاک بر سر این تحلیلگر بکنن که
به چه دریوزگی میفته. چکمه‌لیسی؟ بله هستیم در خدمتی. عرض کردم یه سری هم مثلا همین الان یاد گرفتن، یه بوی کبابی شنیدن نمیدونه خرداغ میکنه، سریع بریم آقا ما اونجا بگردیم. یه تو ساواک آینده یه جایی به ما میدن، یکی تو رادیو تلویزیون ملی یه جایی میگیره، یکی هم میشه وزیر دربار، یکی هم میشه مطرب دربار. حالا اون موقع بابا کرم میخونن، الان رپ میخونن براش. بالاخره دربار یه موزیسین میخواد دیگه. زمان گذشته بابا کرم میخوندن، امروز من رپ میخونم. بوی کباب شنیدی؟ بدو بدو. واقعا جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. کوچک کردن مردم و مطالبات اونها امروز هم هست. یه لحظه سرمون رو برگردونیم، چشامون رو ببندیم، بخوابیم، همه چیز ما رو دزدیدن. این بسیار خطرناک.